هنرمندی که ماها تلاش میکنه تا یک نمایش 2 ساعته رو به روی صحنه ببره دنبال چیه؟ چه موتوری نیروی محرک تلاش بیوقفه این هنرمنده؟ جناب مشتاقی، درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه امشب ما. منم از شما تشکر میکنم، خیلی ممنون آقای مایچی که سرسختانه توی شهرمون دارین کار میکنین و هر جا که برنامه ای هست شما هم هستید. من واقعا باید از شما تشکر. خیلی متشکر، ممنون. جناب مشتاقی، ما که کارهای هنری در شهر انجام میدیم، به هر حال یا در جعبه جادویی تلویزیون یا روی سن زیبای تئاتر و نمایش به یک شکلی داریم ارائه میکنیم یک هنری رو که در معرض عموم قرار میگیره و همه همشهریای خودمون استفاده میکنن از اثر هنری. کمتر کسی است که شاهد سختی ها و مشکلات پشت صحنه کارهای ما باشه و ما هم معمولاً آدم های قرقروی نیستیم و سعی نمی کنیم که بشینیم اینجا و صحبت کنیم که با ما چه مشکلاتی داشتیم، چه سختی هایی ما رو تنها گذاشتید. ولی با همه مشقات و مشکلاتی که در راه ما وجود داره، ما کار رو به انجام می رسونیم و سعی می کنیم که بدون غر زدن در واقع آثار هنری خودمون رو عرضه بکنیم، که شما و گروه خوبتون هم از این قضیه مستثنا نیستید. آقای مشتاقی عزیز، قبل از اینکه به بحث اصلی بپردازیم، برای عزیزانی که به تازگی با شما آشنا میشن، دوست دارم که خودتون رو معرفی بکنید و بفرمایید چند ساله در کانادا زندگی میکنید و پیشینه هنری شما در این شهر یا در ایران چیست؟ بسیار عالی. من در واقع از سن 12 سالگی تا به الان که 65 سالم هست، همیشه به گونه‌ای با تئاتر زندگی کردم. کارمو وقتی که 12 ساله بودم با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کردم. توی کلاساشون شرکت میکردم. اونجا بود که متوجه شدم چقدر عاشق تئاتر هستم. بنابراین تا سن 18-19 سالگی به صورت خیلی وسیع مطالعات آزاد تئاتری میکردم، به گونه ای که با شیوه‌های مختلف تئاتر که دیگه آشنا شده بودم و در سن نوجوانی و جوانی به صورت یک بازیگر حرفه‌ای توی تئاتر شهر، تئاتر سالن رودکی، تالار آینه کار میکردم با گروه های مختلف، بیشتر با گروه پیاده، با گروهی که آقای داریش فرهنگ بود، آقای اسم خوبی داشت، این الان هم در واقع به پیری رسیدیم، یا حافظه ما این مربوط میشه به دهه در واقع اوایل 50 دیگه، درسته؟ یعنی 51-52 اون موقع تاریخش در واقع بین سالای 55 تا 57 بله که در واقع کار میکردیم. با انقلاب، خب من خیلی آدمی بودم که دوست داشتم با تئاتر ارتباط برقرار کنم، کارایی بکنم که تجربی باشه که دیگران نکردن. توی قبل از انقلاب، یه سال قبل از انقلاب بود که من تصمیم گرفتم که
چند تا از قصه هایی رو که میگفتن اصلا نمایش نمیتونه بشه، مربی های تئاترمون یا استادان گفتن انتخاب بکنم بگم میشه. یکی از اونا حقیقت و مرد دانا مال آقای بیضایی بود، دیگری ماهیستی های کوچولو بود مال صمد بهرنگ، که هر دو اینا رو در واقع به نمایشنامه تبدیل کردم. اولیش حقیقت و مرد و دانا به کارگردانی خودم توی کانون پرورش رفته کودکان و جوانان رفت روی صحنه و چندین جای دیگه، و دومیش ماهیستی ها کوچولو بود که به با کارگردانی خودم و آقای منصور خلج که به صورت مشترک کارگردانیش کردیم و توی تئاتر شهر رفت روی صحنه، که هر دوش خیلی مورد استقبال قرار گرفت. تا اون زمانم من چندین نمایشنامه نوشته بودم که در واقع یکیش سیاه گوش بود و چند تای دیگه که به فرض باز گروهی که خودم تشکیل داده بودم اونا رو کار میکردیم توی کانون پرورشفکری بیشتر میبردیم روی صحنه. انقلاب که شد، در واقع من با تئاتر خیابانی و تئاتر مستند آشنا شدم و این آشنایی هم در واقع از طریق اتفاقایی بود که در واقع توی خیابون و کوچه ها می افتاد. خیلی مشتاق شدم که راجع به این تئاتر مستند و تئاتر خیابانی بیشتر اطلاعات بگیرم. بنابراین رفتم به دانشکده هنرهای دراماتیک و زیر نظر استادان خیلی معتبر که در اون دوران مشغول کار بودن شروع کردم به یادگیری این قضایی ها. در این مدت چندین نمایشنامه خیابونی نوشتم که سه تا از اونا به صورت کتاب منتشر شدن و خیلی وسیع توی ایران شهرستان ها و غیره اجرا شدن این نمایشنامه ها. بعد شروع کردم به تجربه کار مستند تئاتری و اونجا هم یک تئاتر یک نمایشنامه نوشتم به اسم زندان. ببخشید وقتی میفرمایید مستند تئاتری چه فرقی داره با تئاتر مستند؟ از نظر شیوه کاری فرق داره و موضوع کار دقیقاً مستنده، یعنی با عکس، با فیلم و شخصیت هایی که توی تخیلی نیست، در واقع حقیقی هست و اینا حقیقی هست. اینا رو یه نمایش نوشتم به اسم زندان اطفال که حدود یک ماه خورده توی اداره برنامه های تئاتر اجرا می شد، بعد منتقلش کردیم به دانشکده و هنرهای دراماتیک. آخرین اجرا اونم در واقع خورد به انقلاب فرهنگی که ریختن دستگاه و دانشگاه و همه چیز رو برای همیشه تعطیل کردن و اونجا شد سپاه پاسداران دانشکده. پس شما درسی که خوندید در دانشکده هنرهای دراماتیک بود؟ مدت کوتاهی بود، ما حدود یک سال اونجا بودم که به انقلاب فرهنگی برخورد و مجبور شدم که ادامه ندادید. اون وقت دیگه نمیشد ادامه داد، یعنی دانشگاه تعطیل شد. خب بعد از سال فکر کنم 1363 بود که من خودم هم اولین دانشجویای دانشکده سینما هستم، اون زمان بعد از انقلاب فرهنگی بود دیگه، شما اون زمان دیگه برنگشتید. قبل از اونم فکر میکنم سال 59 بود که انقلاب فرهنگی شروع شد، حالا دقیقا نمیدونم چه ماهی، ولی من دقیقا یادمه که اجرا داشتیم، از در و دیوار یه دفعه ریختن توی دانشگاه، دانشجو و غیر دانشجو و استاد و همه رو گرفتن زیر شما رو به عنوان طاغوتی. اصلا نمیدونم طاغوتی های اون زمان بودیم. این نمایشنامه رو حدود یک ماه قبلش توی اداره برنامه های تئاتر اجرا کرده بودیم و هر روزش پر بود و هر روزش موضوع نمایشنامه چی بود؟ موضوع نمایشنامه در ارتباط با یک سری کودک بودن که اینا از دوران قبل از انقلاب ما یه
مجموعه توی ایران بود که بچه های بزهکار رو توی اونجا نگهداری میکردن. بعد زمانی که انقلاب شد من پرونده یکی از بچه ها رو در واقع تعقیب کرده بودم که توی این زندان افتاده بود از سن کودکی، یعنی حدود 12-13 ساله بود که اولین بار به جرم بزهکاری میگیرنش، توی این مرکز نگرش میدارن. این بچه توی اون مرکز به جای اینکه به فرض اصلاح بشه با بقیه همبندیاش در واقع یواش یواش دزدان حرفه‌ای میشن، چون بچه‌ها هم زیاد تو زندان نگه نمی‌داشتن، بعد از چند ماه مثلا آزادشون می‌کردن، بعد اینا می‌رفتن بیرون برای خودشون باند درست کرده بودن. این بچه تا به سن 18 سالگی که برسه شاید نزدیک به 5 سال از عمرش رو توی زندان‌ها گذرونده بود، همین 2 ماه 3 ماه نمیدونم 4 ماه. بعد وقتی که به 18 سالگی میرسه اینو به زندان قصر انتقال میدن و توی زندان قصر خودکشی میکنه. بعد این مال قبل از انقلاب بود. بعد از انقلاب وقتی که در واقع حکومت اسلامی برقرار میشه روی این زندان دوباره من فوکوس کردم که ببینم که الان به چه شکل میگذره. چیزی که دیدم هیچ نوع فرقی ندیدم. بچه‌هایی که در واقع اونجا بزهکار بودن عوض این که به فرض بیشتر بهشون توجه بشه، کودکن دیگه، باید آموزش از نوع دیگه ببینن، توی خانواده‌های فقیر بزرگ شده بودن، هم کسایی که دور و برشون بودن آدم‌های درست حسابی نبودن، یا معتاد بودن یا دوز بودن یا چیز بودن، اینا رو به جای اینکه به فرض تربیت بکنن تنبیه می‌کردن. و توی جمهوری اسلامی بدتر شده بود، شلاق هم میزدن. و این حالت طوری شده بود که من معترض بودم به این قضایا که اگر انقلاب شده باید ما یه تغییر و تحولی توش پیدا بشه توی این قضایا، نه اینکه به فرض موضوع بدتر بشه. لااقل توی اون دوره شلاق به بچه‌ها نمیزدن، الان دیگه شلاق شده جزوش، نمیدونم انفرادی شده جزوش، اینا دیگه واقعا چیز باشه. اینو در واقع پرونده ها رو از توی همون مؤسسه به دست آورده بودم، شب و روز روش کار میکردم و اینو روش یک نمایشنامه نوشتم. پس تئاتر این بود که یعنی با این موضوع شما با اشتیاق اینو برده بودید رو صحنه و مواجه شدید با یورش عوامل حزب الله و حکومتی که تئاتر رو تعطیل کنن، درسته؟ نه به خاطر تئاتر ما، همونطور که گفتم انقلاب فرهنگی شده بود، به همه دانشگاه حمله کردن و یکی از اولین دانشکده هایی که حمله کردن همین دانشکده هنرهای دراماتیک بود. ما قبل از اون همونطور که گفتم یک ماه این نمایشنامه اجرا می شد و جالب این بود که هر روز این یک ماه ما سولداد می شدیم و شده بود یک موضوعی برای استادای دانشگاه که در واقع دانشجوها رو می فرستادن اونجا که این نمایش رو در واقع تحلیل بکنن، جز رو کارهای درسیشون شده بود که من از این موضوع خوشحال بودم که داره یه همچی اتفاقایی می افته. بعد از اینکه دانشگاه تحلیل شد دیگه یا حالتی پیدا شده بود که من فقط بازی میکردم توی تالار رودکی. آخرین نمایشنامه‌ای که کار کردم کوریاتیا بود، به عنوان بازیگر کار میکردم. به طور مثال میگفتن نقش اولم داری حالا که داشتم. خب اونجا ما قراردادی نوشتیم، کاری کردیم که به فرض طبق دوران گذشته قبل از انقلاب وقتی قرارداد می نوشتیم خب عملی می شد، همیشه انجام می شد. بعد نمایشنامه حدود یک ماهی هم اونجا رفت روی صحنه، تماشاچی هم خوب می اومد. بعد رفتیم پولمون رو بگیریم، گفتن که قراردادی ها بهتره که پول فروش بلیط رو بگیرن، فروش بلیط رو بگیرین بیشتر به نفعتونه تا این مقدار قرارداد. ما گفتیم خب
مقدار بلیط رو به امون بدید. گفتم برید بذارید حساب بکنیم بیان. خلاصه هرچی ما رفتیم اومدیم دیدیم نه پول بلیط چیز به دستمون رسید، نه قرارداد به دستمون رسید. خواستیم شکایت بکنیم و دیدیم از کی باید شکایت بکنیم. معلوم نبود از کی باید شکایت بکنیم. همه چی همینجوری بود. تا اینکه متوجه شدم اصلا به هم دارن کار پیشنهاد میکنن. مثلا میگم بیا راجب فلان موضوع خاص کار کن، با این افرادم کار کن. خب هنر در واقع اینجوری نیست که فرمایشی باشه. هنر یه چیزیه که باید در واقع از درون هنرمند در اومده باشه و با آزادی میدون باید روبرو بشه تا بتونه این احساسات درونی خودش رو عرضه بکنه. بعد دیدم همینجور دارن به من پیشنهاد موضوع میکنن، پیشنهاد چیز میکنن، میگم بیا اینجوری کارگردانی کن. که اتفاقا همین جریان رو من توی نمایش Nightmare of Cab Driver که به انگلیسی اجرا شد توی همین ونکوور، اونو این موضوع رو روش کار کردم که چجوری با من برخورد شد. بعد از اون متوجه شدم که اصلا ممنون بازی هم شدم دیگه، هیچکی سراغ ما نمیاد، سراغ هر کی هم میریم که باش کار بکنیم میگن که بابا نباشی بهتر، فلان کس نامه دادن که این کارو نکنید. یه سری رو ممنوع بازی کردن که نمیدونم اصلا دلیلش چی بود. این مسئله که الان شما میفرمایید همه در دهه 60 بوده دیگه، در واقع احتمال خیلی بله دلیلش. بین 60 تا حدود 64 و اینا بود. بله. بعد من وقتی دیگه اینجوری دیدم خب باید یه جایی درآمد پیدا میکردم، رفتم یک کارگاه بافندگی باز کردم و شروع کردم به کار کردن اونجا. یه دو سالی هم کار کردم، بعد متوجه شدم که اصلا این عین زندانه برام. من توی یه جای دیگه میخوام سیر کنم، افتادم اینجا دارم با بازاری ها سر کله میزنم، نمیدونم با چی، نمیتونستم اصلا تحمل کنم. تصمیم گرفتم بزنم بیرون. اومدم بیرون، از طریق ترکیه رفتم یونان. توی یونان متوجه شدم که یه کمپ پناهنده ها اونجا وجود داره. البته خودم تو کمپ نبودم، اینو متوجه شدم که کمپ پناهنده هایی وجود داره. بعد رفتم سراغشون گفتم که میخواید کلاس تئاتر اینجا دایر بکنیم؟ بعد یه سری گفتن که آره چرا نه و اینا. بعد من یکی دو تا کلاس تو همون چیز گذاشتم، تو همون کمپ گذاشتم. بعد یه دفعه از طرف وزارت فرهنگ و هنر یونان یه نماینده فرستادن که با من صحبت میکنه. گفتن که تو تاعت کار میکنی و اینا. گفتم سابقه کاریمی بهشون گفتم و اینا. بهمون امکانات دادن، بعد گفتن که بیا کار کن. جالبی قضایی این بودش که من توی یونان متوجه شدم هیچکی به من نمیگه که نمایشنامت راجبه چیه، چی داری کار میکنی، مخاطبات چه کسایی میخوان باشن. خب این برای من خیلی جالب بود، آزادی عمل بشون که انگار که از قفس آزاد شدم در واقع. نه. وقتی این فضا رو دیدم گفتم اونا فکر میکردن، یعنی خود ما هم فکر میکردیم که نمایش رو به زبان فارسی بنویسیم و در واقع برای فارسی زبانه اونجا اجرا کنیم. ولی وقتی دیدم اینقدر دارن کمک میکنن و اینا، گفتم یه نمایشنامه مینویسم که در واقع برای همه باشه با هر زبانی. نمایشنامه که کار شد در واقع نور و صدا و تصویر بود و حرکت، که صداشو بازیگرها در می آوردن، تصویراشو می ساختن و اینا. اینو تو آکروپولیس رفتیم اجرا کردیم که مورد تشویق خیلی زیادی هم قرار گرفت که اونجا هم یه دیپلمارکی هم بهمون دادن. به هر صورت این فضای آزاد چیزی بود که من دنبالش می گشتم، نه در واقع دنبال. خب چی شد به کانادا رسیدید بعد از یونان دیگه تصمیم گرفتید که به طور کامل در خب از روی که ما در واقع وارد یونان شده بودیم قصدمون این بود که به یک کشور ثالث بریم،
یونان در واقع یه کشوری بودش که موقت ما اونجا اسکان گذاریده بودیم، یک سالی البته بودم اونجا. بعد کانادا قبول کرد که ما به ونکوور بیایم و به صورت مهاجر، مهاجرایی که نوع پناهندگی هم بود دیگه، درست، که بیایم، ولی به صورت مهاجر پذیرفتن که وارد ونکوور بشیم. از نظر مالی هم هر چی که قبلا داشتم توی این سفر همش خرج شده، یعنی هیچی واقعا پول دیگه نداشتم. دولت کانادا کمک کرد به من، بلیط هواپیما رو گرفت، گفت وقتی اونجا رفتی سی پولشو بده. گفتم اوکی. اینجا که رسیدم بعد گفتم اولین کاری که باید بکنم باید قسط این بلیط ها رو بدم، چون کمک خیلی بزرگی به من کرد. حتی رفتم توی رستوران ها شروع کردم با ظرفشویی کار کردم، این قسط کانادا رو یک ساله دادم که مال بلیطاش بود، اونم نامه تشکر فرستادن و اینا. ولی همون زمان که رسیدم به کانادا، دوستایی که میشناختن همینجا منو گفتن بیا چند تا کلاس تئاتر بذار اینجا، اینجا برای ما تئاتر کار میکنه. خب حالا این مقطع سال رو بخوایم اگه در نظر بگیریم، اوایل 90 بوده؟ نه 88. 88 درست. بله 1988 ما وارد ونکوور شدیم. همون سال اولش هم یک سال در واقع که گفتم بهتون تو رستوران من میرفتم کار میکردم، پایا پایش کلاس تئاتر هم برقرار کرد. یعنی شما بیش از 30 ساله در ونکوور دارید زندگی میکنید؟ بله بیشتر از 30 سال میشه. بله. بعد اونجا کلاس تئاتر گذاشتم، دیدم علاوه بر بچه ها بزرگ سال هم اومدن، دو تا کلاسش کرد. خب نتیجه این کار چندین نمایشنامه شد، مثلا ما نمایش بچه ها بیاید با هم گل بکاریم و برای کودکان و جوانان کار کردم، بچه ها نوروز رو برای باز برای کودکان و جوانان کار کردم، بشنو از نیرم برای بزرگ سالا کار کردم که اینا رو در واقع توی ونکوور، بشنو از نیرو توی تورنتو هم روی صحنه بردیم. و بعد از اون دیگه سال 1995 بود که تصمیم گرفتم برم دانشجوی تئاتر هم بشم، که هم در واقع زبانم را بیفته، همین که توی فضای تئاتری قرار بگیرم. بنابراین رفتم داگلاس کالج و دانشجوی رشته تئاتر شدم. همون سالای اول و دوم در واقع استادای اونجا هر وقت نمیمدن میگفتن مرتضی بیاد کلاس رو بچرخونه، خودشون نمیمدن اونو بذاشتن سر جاش. بعد گفتم تصمیم گرفتم یه نمایشنامه بنویسم، چون در واقع خب قبل از اینکه به نمایشنامه نویسی در این کلاس‌های جدید در کانادا بپردازی، میخوام یه سوال فرعی بکنم و اونم اینه که شما که تجربه تحصیل در ایران داشتید، با کلاس‌هایی که میرفتید چه تفاوتایی میدیدید در آموزش نمایش در کانادایی؟ خب کلاس‌های کانادایی خیلی پیشرفته‌تر بود. شما در واقع توی ایران وقتی میخواستی مثلا تاریخ تئاتر رو بخونی کتاب بود، فقط کتاب بود، گهگاهی هم فیلم بود که نشون میدادن، ولی اینجا انقدر متریال بود که شاید کسی که سطح هوشیش هم کم بود کافی بود با این متریال ها بازی بکنه. درست. و وقتی که با این متریال ها سرکل نمیزد خدای دانش میشد. پس اون سورسایی که وجود داشت در کانادا و منابعی که در دسترس شما بود بسیار بیشتر از ایران بود. بسیار بسیار بیشتر. ما متاسفانه توی ایران در هر دو دوره، هم دوره جمهوری اسلامی هم قبلش، کتابا با سانسور روبرو میشد. مثلا توی ایران همون تو دوران شاه
کتابای نمایشنامه‌های ایبسن اونطور که میبایست ترجمه نشده بود. ولی اینجا ما توی دانشکده میرفتیم در واقع ایبسن رو میخوندیم. ما خودم مثلا یکی از نمایشنامه‌های ایبسن رو بازی کرده بودم توی ایران به اسم در پوست شیر. اینجا اومدم همون نمایشنامه رو دیدم مثلا یه چیز دیگه است. درست. اوریژینالش رو وقتی میخوندم. درست. که بعد با مترجمش من صحبت کردم گفتم این چرا اینجوری شده، این کتاب چرا این کار کردی؟ آقای خویی بود مترجمش. اسمایل. بهش گفتم که چرا اینجوری ترجمه کردی؟ اینو در میگه شما اینجوری کار کردی؟ گفت بابا نمیدونی اون دوران ما باید هزار تا پیچ و خم میرفتیم تا یه دونه کتاب چاپ. حالا با توجه به همین این نکته بود که اتفاقا برای من همیشه علامت سوال بود که حالا با توجه به فقر منابع، فقر فرهنگی، نمیدونم فقر خیلی حوزه ها در حوزه فرهنگ و هنر در ایران، ولی ما ستارگان درخشانی داشتیم در ایران و نباید فراموش بکنیم که در واقع پتانسیل های شخصی که بچه های هنرمند ما داشتن برای خودش یک کوهی از انرژی و قدرت بوده و اینا رو به جلو می برد. به خاطر اینکه من الان دارم مقایسه می کنم می بینم علارغم این همه منابع و متریال و آزادی هایی که حتی در اینجا هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی اون خروجی که ازش در میاد و بچه های تئاتر اینجا باز به نسبت بچه های تئاتر ایران اگه اشتباه می کنم منو اصلاح کنید، می بینم که خیلی قابل مقایسه شاید نباشن. ما اونجا بچه هایی داریم که واقعا از جمله خود شما که در واقع خیلی به اصطلاح قوی هستن، خیلی قدرتمند و توانمند هستن در کارشون با توجه به محدودیت ها و محرومیت هایی که داشتن. دقیقا درست میگید، یعنی خروجی های تئاتری نورت آمریکا یا حتی آمریکا به این شکل هستش. این نه به دلیل اینکه بچه‌هاشون استعداد ندارن، اتفاقا استعداد هم دارن. شرایطی که در واقع توی آمریکا و نورت آمریکا حاکمه شرایطی نیست که تئاتر توش بالنده بشه، یعنی نه تنها تئاتر، چون همه چی اینجا در واقع با درآمدش سنجیده میشه. پول معیاره در واقع اعتبار یک چیزیه. اگر کاری پول توش نباشه خب اون هنرمند نمیتونه ادامه بده. اینایی هم که فارغ التحصیل میشن میان بیرون بعد از یه مدتی میرن یکی دوتا تئاتر هم کار میکنن، قوی هم کار میکنن، بچه های خوبی هم هستن، ولی خب میبینن که پول توش نداره، زندگیشون رو نمیتونن باشون بگذرونن، میرن یه شغل دیگه میگیرن، بعد توی اون شغل اسیر میشن، دیگه نمیتونن وقت بذارن در واقع برای یه کار، خود به خود رهاش میکنن. اگر ما مثلا به کشورهای دیگه نگاه بکنیم، مثلا فرانسه یا ایران حتی خودمون، هنوز اینا به این مرحله نرسیدن که در واقع پول معیار ارزش ها بشه. توی ایران هنوز تئاتر بیننده داره، وقتی که یک نمایش میاد روی صحنه حداقل یک ماه میره روی صحنه و یک درآمدی داره که میتونه کار بشه. یا اگه فرانسه رو نگاه بکنین، مثلا گروه هایی هستن 5-6 نفره یک تئاتر رو اجاره میکنن برای یک سال که حدود 50-60 هم تماشاچی بیشتر توش جا نمیگیره، ولی توی این یک سال هر روز اینا اجرا دارن و 50-60 تا تماشاچی دارن. این 50-60 تا درست مثل یه رستوران کار میکنه، یعنی درآمد یه رستوران داره که سالانه اینا رو بچرخونه. بعضی از اینا حتی چندین سال میرن، چون فرانسه کشور چیزی هم هست دیگه، توریست پذیری هم هست، توریستان میرن اونجا. من خودم رفته بودم فرانسه به این تئاترها که سر میزدم اصلا انگار تو بهش داشتم قدم میزدم. تو کوچه میرفتی میدیدی یه تئاتر، میرفتی توش میدیدی که مثلا چرت و صندلی داره ولی هر شب هم بازه، عین رستوران، عین مرکز هنری بوده اونجا. فرمودید آقای مشتاقی توی داگلاس کالج رفتید و اونجا به تحصیل پرداختید و شروع کردید به نوشتن یک متن نمایشی.
آره، توی داگلاس کالج هر سال یه دونه نمایشی رو از نمایشنامه‌نویس‌های معاصر کانادا انتخاب میکردن و همونجا اجرا میکردن. من وقتی متوجه این شدم گفتم خب ما هم کانادایی هستیم، ما هم بیایم یه نمایشنامه بنویسیم. شاید شد. اومدم یه نمایشنامه نوشتم، البته به کمک سی جی هافمن. یه نمایشنامه نوشتم که موضوعش ایرانی بود، ایرانی کانادایی بود. بعد اینو آمادهش کردیم، اتفاقا دانشکده هم پذیرفت، اسپانسرمون شد، تهیه کننده این برنامه شد و در واقع از منم رسما دعوت کرد که برم کارگردانیش بکنم، که نمایشنامه بسیار موفق بود در دوره خودش. یه دونم تو سنتینیل تیتر مخصوص اون محلم اجرا کرد. خلاصه این گذشت و خب منم مثل بقیه تئاتری هایی که فارغ التحصیل می شدم می دیدیم کار با تئاتر نمی شه گذرون، با یه مدرک تئاتری اومدی بیرون. به درد مدرک به درد هیچی نمی خوره. خب سوال من اینجاست آقای مشتاقی، بیشتر سوال من از همینجا شروع میشه، یعنی سرنخ سوالات من اینجاست. اون مدرک تئاتری چه در ایران بگیری شاید حالا به درد نخوره و باید دنبال کار بگردی و سالن و نمایش و محدودیت های خودشو داره، در اینجا هم این مدرک رو از داگلاس کالج میگیریم تو دستمونه میایم بیرون، بازار کار کجاست و چگونه باهاش نون بخوریم و چگونه زندگی بگذرونیم؟ آیا این پیشبینی که در وطن نشده در اینجا هم نشده؟ یعنی ما نمیدونیم اینجا با این مدرک چیکار بکنیم. من اینجوری نگاه نمی کردم به قضايا، یعنی من اصلا به این نیت نرفته بودم. من برای اینکه کسب درآمد بکنم از همون روزی که وارد کانادا شدم شروع به کار کردم. همونطور که گفتم توی رستوران شروع به کار کردم، بعد یه مقدار پسنداز کردم، تاکسی خریدم. من حدود 30 سال روی تاکسی کار میکردم و حدود 18 سال شبا کار میکردم که روزام آزاد باشه که هم دانشگاه برم هم به کارهای دیگه هم برسم، و شاید 5-6 ساعت من میخوابیدم در روز، اونم وسط روز میخوابیدم. در واقع از اولش من میدونستم که یه همچین اتفاقی خواهد افتاد و من نباید خودم رو در واقع در بند این بکنم که وقتی که تاعت خب من کار میکردم، میتونستم که در واقع پولی ازش در نمیاد که زندگی رو بگذرونه. اینو دقیقا بهش واقف بودم. تمام جاهایی هم که میبینید مثلا کسانی با تاعت دارن زندگی میکنن، با ساپورد دولت دارن زندگی میکنن یا در واقع گروه های به خصوصی ساپورتش میکنن، دانشگاه های به خصوصی، مثلا آقای بیزایی رو دانشگاه به خصوصی داره ساپورت میکنه که میتونه 24 ساعت وقت بذاره برای اینجا. خب این ساپورت برای همه نیستش که. چرا برای همه نیست؟ چرا برای همه نیست این ساپورت ها؟ خب خیلی دلایل داره، خیلی دلایل داره. یک سریش اینه که در واقع خب دانشگاه نمیتونن همه رو ساپورت بکنن، یا دولت اینجا آنچنان بهش ارزش میدن و ساپورت میدن، نه اینکه ندن. منتها کاغذ بازیش اینقدر زیاده. شما دنبالش رفتید آقای مشتاقی؟ بله بله دنبالش رفتم. اون موقع که روی تاکسی کار میکردم در واقع رفتم دنبالش، بعد دیدم یه چیزی نزدیک 4-5 هفته است ماه داریم نامه میدیم، میگیریم. گفتم آقا اخیرش میگذارم این 4-5 هفته رو تمرکز میکنم رو تاکسی کار میکنم، پولشو برمیدارم، اصلا به هیچ کس هم نه جوابگو هم نه چیزم. من خیلی علاقه داشتم از همون اولش مستقل کار بکنم، برای همین نخواستم که به فرض زیر پوشش گروهی برم یا چیزی برم. البته دولت اینجا اونجوری نیست که بگیم زیر پوشش من، خیلی هم آزادانه باید رفتار میکنه. منتها بروکراسی که توی کار خیلی زیاده، خیلی زیاده که آدم از خیرش میگذره. منم اصلا چیز نداشتم که به دنبال پول باشم،
من بیشتر اون چیزی که خودم احساس میکردم از اوایل که باید احساسات درونی خودم رو توسط نمایش نشون بدم و در واقع توی این زمینه کار کنم، تحقیق کنم، به کسی کاری نداشتم، کار خودم رو در واقع داشتم میکردم. درست مثل یه نویسنده مثلا آقای محمد علی رو در نظر بگیرید، اینجا رمان مینوشت، چیز مینوشت، خب کلی یادشون بخیر کلی کار میکرد، نه توقع پول کسی داشت، نه توقع به فرض ساپورت کسی رو داشت، مستقل داشت کار میکرد و کارش هم پیش میرفت. ما هم توی تئاتر در واقع این کار رو میکردیم، خودم تلاش میکردم خودم رو در واقع تعمیم بکنم با کار بیشتر. خب حالا من یه سوال دارم، اگه فرض بفرمایید مرتضی مشتاقی کارگردان و نویسنده تئاتریست که با تئاتر خودش هم پول در میاره و داره زندگی میکنه و خیلی هم راضیه، بیشتر از اون تاکسی هم حتی در میاره، این کجاش اشکال داره؟ اشکال داره به نظر شما؟ یعنی فکر میکنید با این رویه شما روح راحتتر و آزادتر و حتی جسم راحتتری دارید به خاطر اینکه تمام وجودتون در اختیار هنر و تئاترتون خواهد بود؟ آیا اگه یه همچین فضایی فراهم بشه که شما بتونید این ساپورت رو راحت داشته باشید، براتون آپشن بهتری نیست؟ گزینه بهتری برای شما نیست؟ حتما بهتره، ولی امکان پذیر نیست. ببینید اگه ما تئاتر فارسی زبان کار بکنیم، توی این شهر یک یا دو تا اجرا میره، بیشتر دیگه نمیره، یعنی تماشاچی بیشتر نداریم. خب برای همین تئاتر حالا چقدر باید زحمت کشید؟ 3 ماه باید با یه گروه مثلا حداقل 10 نفره کار کرد. حالا این گروه ما که 30 نفر هست با یه گروه تئاتر جدیدتون، آره، در واقع حداقل 10 نفر باید با هم دیگه همکاری بکنن برای 2-3 ماه که یه نمایش رو بیارن روی صحنه. شما ساعتی مثلا برای اینا چه حقوق باید در نظر بگیریم که تامین کننده زندگیشون باشه؟ اگر تمام بلیط های اون سالن هم فروش بره در واقع بدون هیچ اشکال، این پول وقتی تقسیم بشه به برای 3 ماه برای کسایی که به فرض کار کردن، $1,000 هم نمیرسه نفری. یعنی در واقع اگر عشق توی این کار نباشه، برای همین خیلی ها تئاتر مدارکش هم میگیرن، میان تلاش هم میکنن بعد ول میکنن. حالا کانادایی کار بکنیم چجوری میشه؟ کانادایی برای مهاجرایی که به فرض از ایران اومدن یه مقدار مشکله. من یه تجربه کانادایی دارم که همون نایتمر آف کب درایور بود. خب توی اون حدوداً ما 1 ماه اجرا رفتیم، 1 ماه کمتر اجرا رفتیم. خب توی اون تهیه کنندش دانشگاه بود، درآمدش هم مال دانشگاه بود، خب قراردادی هم با من داشتن که اونم دادن و اینا، باز چیزی برایشون نمیمونه. تئاتر اصلا اصولا توی آمریکا و نورت آمریکا درآمدزا نیست، برای همین میبینیم که روز به روز گروه های تئاتری منطقه داره در واقع از بین میره و این روند همچنان ادامه داره، به خصوص به عصری که داریم زندگی میکنیم. این چیزایی که اومده، مدیاهای مختلفی مثل فیسبوک، نمیدونم اینستاگرام و اینجور چیزا، حتی به سینما هم داره لطمه میزنه. به این هوش مصنوعی نمیدونم در آینده چه اتفاقی بیفته که آیا کسی بازم دنبال این کارا بره یا نره. اما چیزی که در واقع خیلی خیلی جالبه اینه که این افرادی که دارن کار میکنن، در مثل خودت که الان داری کار میکنی، مثل گروه ما که داره کار میکنه، باور کن ما مثل یه گروه کوهنوردی که داره میره بالای کوه، همه با هم صبح زود بلند میشن میرن پای کوه، یک کوله پشتی سنگین هم دارن، یک مسافت طولانی رو میرن توی قله کوه، بعد دوباره بر میگردن خسته و کوفته، ولی از تک تک این لحظه ها لذت میبرن. من شخصا از تک تک این تمرینامون، نمیدونم پژوهشی که میکنم، کارهایی که میکنم لذت میبرم. اینجا کارهای پژوهشی هم میکنم،
اصلا برام مهم نیست که اینجا خریدار اون کتاب باشه یا نباشه. فردایی که من یه روزی نباشم، یه زمانی که ایرانمون به فرض یه همچین دموکراسی توش برقرار شد، این کتاب ها یه جلدشم برسه به ایران، چند نفر بخونن، تکثیرش کنن، دوباره اونجا چاپ بشه. پژوهش‌های بسیار جالبیه که حتی توی ایران هم که هیچکی روش کار نکرده، من اینجا دارم کار میکنم روی اینا. بله، راجب میر نوروزی من یادم یه کتابی دارید، حتی راجب تاریخ سیاهبازی در بله. ایران و اینا بسیار پژوهش‌های ارزشمندی بوده و هست و من فکر میکنم که تا ابد همه میتونن از زحمات شما استفاده بکنن. و من متوجه این رنج شیرین هستم که هنرمند ما در واقع به جای پول یک شادی درونی برای خودش میخره و این زحماتی که میکشه و کاری که میکنه رو حتی براش نمیشه ارزش و معادل پولی براش در نظر گرفت. ولی به شدت اعتقاد دارم که یک جایی باید هنرمند بیاد، مخصوصا هنرمند تئاتر یا سینما، هنرهای نمایشی کلن، اینا باید بیان و با توجه به اینکه میدونم که پشت صحنه‌های بسیار گرانی رو دارن، کارشون رو به پول هم نزدیک بکنن. چون واقعیت امر اینه که خیلی نمیشه این کارا رو ادامه داد و این حرکت‌ها خیلی کند پیش میره اگه بودجه و پولی نباشه. میدونم که دولت‌ها در واقع مزایای مالی در نظر میگیرن برای هنرمندانی که در واقع یک اثر هنری میخوان خلق کنن و توان مالیشو ندارن. اسمشو گذاشتن گرانت. حالا گرانت در دولت فدرال کانادا یه جور محاسبه میشه، در دولت‌های استانی مثل بی سی خودمون یه مدل گرانت، حتی در شهرهای مختلفی که ما زندگی میکنیم هم گرانت‌های مختلفی ممکنه وجود داشته باشه و گرانت میدونیم که پولی است که داده میشه و شما نیازی نداری که اینو برگردونی و برای انجام یک کاری استفاده میکنی. برای کارهای نمایشی مخصوصا تئاتر هم احتمال خیلی زیاد تا جایی که میدونم ممکنه گرانت هایی وجود داشته باشه که بشه اپلای کنید. برای شما فرمودید که انقدر سختی های مدرک بازی و نمیدونم اینجور چیزا وجود داره که خیلی وقتگیره و اون انرژی رو از شما میگیره و نمیتونید که به اونجا برسید، ولی گاهن چاره در این نیست. فکر میکنید که به غیر از مورد گرانت و پشتیبانی های دولتی که ممکنه شما براش اقدام بخواید بکنید و دچار گرفتن وقتتون بشه، چه چیزایی تو جامعه میتونه ساپورت کار شما باشه و کار شما ادامه پیدا کنه؟ من یادآوری میکنم که شما نمایش پارسالتون بسیار بیننده خوبی داشت و خیلی خوب بود، خیلی نمایش گرم و شیرینی بود که در روزای عید داشت پخش میشد و همه لذت بردن. میر نوروزی اسمش بود و همزمانم اون کتابش رو در آوردید و بسیار بسیار جذاب بود، همه استفاده کردن. میخوام از تجربه شما بشنوم که آیا بعد از این که اهالی شهر باشتین ونکوور متوجه شدن که یک هنرمندیه که 30 نفر آدم رو جمع کرده و یک کار هنری ارزشمند انجام داده، برده رو صحنه و الان هم میخواد دومیشو انجام بده، حمایت میکنن؟ تماشاچی حمایت کرده، یعنی در واقع ما اگر که قبلا ما نمایش به روی صحنه می بردیم تو دای تئاترای می ذاشتیم که مثلا 150 نفر تا 200 نفر نمایشچی می اومد، الان متوجه شدیم که بهترینه که توی سالن بزرگتر بذاریم، به جای اینکه چند شب اجرا بکنیم یک شب در واقع برای همه اجرا بکنیم. برای همین رفتیم سنتنیال رو گرفتیم، البته مجبورم شدیم بریم سنتنیال رو بگیریم چون سالن‌های کوچیک‌تر اصلا نبود، ولی نوع تماشاگرها داره در واقع نشون میده که تماشاگرها دارن استقبال میکنن. چیز دیگه‌ای که علاوه بر گرند میتونه کمک باشه ساپورت بیزنسمناست، که البته ما 3-4 نفر رو داریم که همیشه تو هر حال
دارن به ما کمک میکنن و ساپورت ما میکنن. ما خوشبختانه تا به امروز هرچی تئاتر گذاشتیم از جیب خودمون تا حالا خرج نکردیم، همش رو در واقع مخارجمون رو در آوردیم، یه سری بیشتر هم در آوردیم که هرچی بوده تقسیم کردیم بین بازیگرا و بعضی وقتا هم هدیه دادیم مثلا به خانواده ای که در واقع بی بضاعت بوده توی این شرایط توی ایران. این کار هم کردیم، ولی همونطور که گفتم شرایط یک جوریه که احتیاج به این داریم که همدیگر رو یاری بکنیم. مثلا توی کامیونیتی خودمون هیچ کس تا به امروز نیومده مثلا بگه که خب شما که دارین تئاتر کار میکنید ما یه همچین امکاناتی رو در نظر میگیریم که شما بیان از این امکانات ما لاغل اینجا نرید سالن اجاره کنید، لاغل نرید این کار رو بکنید، جای تمرین بهتون میدیم، جای چیز میدیم. البته من هیچ چشم داشتیم بهشون ندارم، بعضمون اینجوریه که داره پیش میره، ما هم باید خودمون رو به یه شکلی نجات بدیم از این قضایا. کسای دیگه هم هستن که مرتب ما رو ساپورت میکنن. شما نگاه بکنید مثلا روزنامه‌ای که توی شهر وجود دارن، به محض اینکه من کاری رو میخوام رو صحنه بیارم همشون میان ساپورت میکنن بدون هیچ چشم داشتی. خود شما تا حالا کدوم تئاتر رو ما آوردیم که به فرض ساپورت نکرد؟ اینا خودش یک همکاریاییه که در واقع بدون اینکه ما دور میز بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم داره اتفاق میفته و این اتفاقی خیلی خوبه. این آیا یک دلگرمی به وجود میاره برای هنرمند که مسیر رو خودش رو ادامه بده؟ 100%. الان بازیگرای ما وقتی که مثلا همون فیلمی که خود شما ساختید میاد روی در واقع تلویزیون یا توی مدیاها میچرخه، بازیگر میفهمه کسی داره حمایتش میکنه، داره صداشو میرسونه به یک کسی، لازم نیست ما بریم یکی یکی به افراد بگیم. نشریه ها وقتی که در واقع پوسترمون رو چاپ میکنن میان میشینن با هم مصاحبه میکنن، این کارا رو میکنن، خب اینا ارتباط ایجاد میکنه. در صورتی که ما نه با نشریه ها نه با خود شما با هیچ کس نشستیم که بگیم که آقا بیایم یه همچی کاری بکنیم، شما خودت احساس کردیم یا این کارو میکنید، اون مدیر مسئولیت اون نشریه احساس خودش میکنه میاد این کارو انجام میده. من مصاحبه داشتم هفته گذشته یکی از تورنتو داشت چیز میکرد، خب صدای ما چجوری رسیده به تورنتو؟ از طریق همین نشریه ها و مدیه ها و فیلم هایی که شما گذاشتی که اونا میخواستن مصاحبه بکنن. میخوام بگم که خود به خود داره انجام میشه. یه سری همدل پیدا شدن بدون این که اصلا بخوان قراردادی امضا بکنن چیزی. آیا رشدی شما احساس میکنید به نسبت مثلا 30 سال پیش ونکوور الان فکر میکنید چه فرقی داره؟ یعنی با توجه به این که جمعیت هموطنهای ایرانی ما هم در شهر روز به روز داره اضافه میشه، شما چه تصویر جدیدی دارید از کار خودتون در اینجا؟ خب درسته که جمعیت توی ونکوور زیاد شده، ایرانی های ونکوور زیاد شدن، ولی اینا قشرهای مختلفی هستن که کاستای مختلفی برای خودشون درست کردن. یکی رو میبینی مثلا نمیدونم این مهاجرای ما همه یه دست نیستن، مثلا تو همین ونکوور ما بازیگر خیلی داریم، بازیگرای خوب هم داریم، توانا هم هستن، ولی وقتی بهشون پیشنهاد میکنی به خاطر اینکه توی ایران اینا حرفه‌ای کار کردن، قرارداد نوشتن کار کردن، نمیدونم با یه دیسپلین خاصی کار کردن، توقع دارن اینجا هم همون جوری باشون رفتار بشه، اونجا هم همینجوری باهاشون کار بشه. خب امکانش نیست، وقتی امکانش نیست اون به خودش اجازه نمیده که وارد یه همچین میدونی بشه. وارد این میدون شدن فقط عشق میخواد و بس. عاشقای این کارم همین هایی که داریم میبینیم توی شهر.
بدون اینکه با هم قراردادی داشته باشن دارن به هم وصل میشن و خیلی خوبه و این خیلی من دقیقاً همینجوری که میفرمایید جناب مشتاقی، ما هم مثل شما به هر حال سالها که میگم الان نزدیک شده به 25-6 سال که داریم به نوعی صدا و تصویر شهر میشیم. به یه شکلی بسیاری از کارهای والنتیری رو انجام دادیم تا به حال که هیچ در واقع باری رو زمین نمونه، کارها به خوبی انجام بشه و به سهم خودمون سعی کردیم که در شادیها و غمهای این در واقع جامعه خوب شریک باشیم و این کارنامه 25 سال ما اینجا نشون داده و باعث افتخارم هست که در خدمت شما بودیم و خواهیم بود همیشه، چون به ارزش کاری که شما انجام میدید واقف هستیم. میدونیم که چقدر کارتون ارزشمنده و چه زحماتی و چه مشقتی پشت این کارها به هر حال وجود داره و اگه اینجوری نبود در واقع شاید ما هم خیلی سرسری میگرفتیم کارو، ولی میدونیم که با چه رنجی با چه عشقی شما دارید یک کاری رو روی صحنه میبرید و اثرش رو میدونیم در جامعه چیه. اثرش این نیست که فقط یه سری ببرن این کار رو ببینن، این کارا ثبت میشه برای آیندگان ما، برای بچه های ما و نشون میده که ما اینجا ساکت نبودیم، ما اینجا ننشستیم، ما اینجا به هر حال به سهم خودمون تلاش کردیم و کارهای خیلی زیبایی انجام دادیم و اینم حاصل کار ماست. ما همه با همدیگه سعی میکنیم که مکمل کارهای همدیگه باشیم. اگه میفرمایید که ما هم هستیم کنار شما، به خاطر اینکه ما میخوایم تکمیل کنیم این کارها رو، این مسیر رو که شما دارید میرید، در واقع این مسیر رو تنهایی نرید، همراهی کنیم با شما و خیلی خوشحالیم که در این همراهی به جاهای خیلی خوب میرسیم. امیدواریم که همیشه پرچم ونکوورمون بالا باشه و بتونیم نشون بدیم که در اینجا هنرمندایی هستن که نفس میکشن و کارهای ارزشمند خوب انجام میدن و حاصل کارشون هم همگان ببینن. میخوام یه مقدار از کار جدیدتون بفرمایید آقای مشتاقی، کاری که در روز یک شنبه قراره که روی صحنه در سنتینیال تئاتر نورث ونکوور بره و کار بسیار جذابی خواهد بود. خود من پشت صحنه‌شو گرفتم و میدونم که از کارهایی است که همه دوست خواهند داشت. میخوام بدونم که جزئیات این کار چیست و یه مقدار بیشتر توضیح برای دوستان بدید که خیلی ممنون میشم. من در واقع داشتم یه کار تحقیقاتی انجام میدادم در ارتباط با نقال‌های ایران. میدونید که در واقع تئاتر از دل نقالی حدود 5000 سال پیش از میلاد مسیح توی یونان متولد شد. خب من میخواستم ببینم که نقالی چجوری توی ایران تبدیل به نمایش شد. رو همین کار داشتم تحقیق میکردم که به پردخانهایی که در واقع به صورت مذهبی توی محله ها بساط پهن میکردن و پردخانی میکردن رسیدم. بعد از این یه طرح به ذهنم رسید که خوبه یک نمایش مدرن روی کار بیاریم و از سیستم و روش پردخان ها استفاده بکنیم، به شکلی که بازیگرها به جای اینکه تصویری وصف بکنن به دیوار، بیان خودشون یه تصویر درست کنن، بعد از دل اون تصویر حکایت رو شروع بکنن به گفتن. روشی که پرده دارا داشتن در واقع تو پردهشون صدها داستان داشتن با شخصیت‌های مختلف که روی هر تصویر دست می‌ذاشتن اون شخصیت در واقع زنده می‌شد برای کسایی که پای اون پرده نشسته بودن. ما هم توی این نمایشنامه یه همچی کاری می‌کنیم، میایم شخصیت‌های مختلف رو کنار هم می‌گذاریم، ولی به جای اینکه به موضوع مذهبی بپردازیم به موضوع فرهنگی خود ایران بپردازیم، به موضوع خرد و نادانی، دو موضوعی که همیشه ما باهاش درگیر بودیم. دنیا باهاش درگیره، دنیا باهاش درگیره، دقیقا درست میگید. بعد این وسط ما کسانی رو داشتیم مثل سعدی، مثل حافظ، مثل خیلی از بزرگان داشتیم که به اینا اشاره کرده بودن در روزگاران خیلی خیلی قدیم.
من اومدم سه تا از حکایت، دو تا از حکایت‌های سعدی رو انتخاب کردم که دو تا بیت شعره، هیچی دیگه نیست، دو تا بیت شعره. من این دو تا بیت شعر رو اومدم دو تا صحنه نمایشی ازش در آوردم که صحنه اول و دوم در واقع این گرفته شده از همین دو تا بیت سعدیه که دو تا صحنه جداگانه که هر کدوم میتونه مستقل هم اجرا بشه، ولی به یه شکلی اینا رو با هم ارتباط بدم که همچین بی ارتباط هم با هم نباشن. راجب مثلا شهرزاد قصه‌گو، داستان شهرزاد قصه‌گو یه چیزایی از اونجا کشیدم بعد آوردم به دوران در واقع فردوسی و بزرگان دیگرمون یه نظری انداختم، همینجوری اومدم جلو تا رسیدیم به دوران زن زندگی آزادی و توی اونم در واقع یه نگاهی میکنیم به اوضاع و احوال که ببینیم که چه چیزی باعث میشه ما شکست بخوریم. توی این چیز همطور که میگی موضوع جهانیه، ولی دستمایه طنز داره کار شما یا طنز یه گوشه کار هست؟ هم در واقع نمایشنامه خیلی آروم شروع میشه، دو تا حکایت از دوران سعدی رو داره بیان میکنه، خیلی آروم شروع. بعد از پرده دوم که ما میریم در واقع وارد مسائل روز بشیم دیگه طنز میشه، طنز کاملا طنز تیزی هم هست برای کسایی که مسائل ایران رو تا حالا دنبال کردن، به خصوص این جریان زن زندگی آزادی که آخر سر داشتیم سر پرچم. باید حتما نمایش زیبایی باشه. آقای مشتاقی فرمودید پرده خوانی، یاد کودکی افتادم. ما دبستان ما توی مهرآباد جنوبی بود، کلاس دوم دبستان بودم، موقعی که برمیگشتم به مدرسه باید یه راه طولانی رو ایستگاه قطار رو رد میکردیم، از کوچه پس کوچه ها میگذشتیم و اینا تا میرسیدیم به خونه و در این بین کلی ماجراها داشتیم، از کتاب فروشی، از دست فروشایی که کتاب میفروختن تا پرده خانه ها، معرکه گیرا، حتی که ماری رو میخواستن از توی سبد در بیارن و مردم دورشون جمع شدن. یعنی ما از مدرسه تا خونه در واقع یه فاصله 20 دقیقه رو فکر کنم یه ساعت و نیم طول میکشید، چون همه این جمع ها رو میرفتیم یه نگاه میکردیم و سرک میکشیدیم که ببینیم داستان چیه. معرکه گیری اتفاقا، پرده خانی یکی از جنبه های جذاب این سفر هر روزه ما بود. یک پیرمردی بود که یک به اصطلاح چندین قصه مذهبی رو روی پرده میخواست روایت بکنه و همینجور که فرمودید اینو به دیوار کاهگلی چسبونده بود و مردم هم جمع میشدن و اون نقاشی های آنچنانی هم که شما میدونید من چی میگم روی اون پرده ها بود و با یه چوبی با به اصطلاح صدای خیلی جذاب به اصطلاح قصه گویی شروع میکرد قصه های مختلف از دو طفل مسلم گرفته تا چگونگی نمیدونم حالا کشته شدن رهبران مذهبی اون موقع، به هر حال توضیح میداد چجوری و ما کودکی بودیم که برامون این بخشش جذاب بود که این شخص خودش رو تو قالبای مختلف شخصیتی میبره و روایتی که میکنه یک روایت نمایشی بود، مخصوصا اینکه هر جایی از اون پرده رو به اصطلاح نشون میداد انگار همون بخش از نمایش بولد میشد، هایلایت میشد، میومد جلوی صورت ما و همون بخش رو فقط میدیدیم، حالا هرچند بقیه بخش هم اونجا وجود داشت ولی بهش نمیرسید. یادمه که کلی وقت ما گرفته میشد که به اصطلاح ول نکنیم این صحنه رو و بشینیم تا تهش گوش کنیم ببینیم که بر روی این پرده که روی دیوار کاهگلی بود چی میگذره و این به اصطلاح پرده خان چی بر ما میخونه. در هر صورت این کار شما بسیار ارزشمند خواهد بود. یک شنبه همین هفته من از عزیزانی که بلیط نخریدن دعوت میکنم که حتماً تشریف ببرن و این برنامه رو ببینن، لذت ببرن و حاصل کار آقای مشتاقی عزیز و همکاران و دوستانشون رو بتونن روز یک شنبه روی سن ببینن.
اگه صحبتی نکته‌ای باشه بفرمایید، در خدمتتون هستم. خیلی ممنون از اینکه در واقع با هم دیگه یه گفت و شنید داشتیم. امیدوارم که این همکاری‌های نانوشته همچنان روز به روز بیشتر بشه و به قول شاعر اندک اندک عاشقان میرسن کنار همدیگه و یک محیط بسیار جذابی درست خواهد کرد. حتما همینجور خواهد شد. بسیار ممنونم از شما جانم. قربانت برم. خیلی ممنون. تشکر از لطفت.